أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. خب، عرض و ادب و احترام داریم خدمت همه بینندگان عزیز با برنامه ماه مهربانی از شبکه جهانی جوانان افغانستان. امیدوار هستیم که در هر کجای از این سرزمین هستند خواهران و برادران عزیز شاد و خرم و انشاءالله به سلامت باشند. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه شما میکنیم. خب، برنامه‌مون هست عنوانش ماه مهربانی، که انشاءالله مهمان سفره‌های شما روزداران خواهیم بود. این جلسه را که این نونهالان عزیز هم اینجا هستند تحت عنوان جایگاه ماه خدا در خدمت شما خواهیم بود. سوال مطرح میکنم و انشاءالله با این سوال برنامه‌مون رو ادامه میدهیم. گفته می شود که ماه رمضان ماه خداست. خب دقت بکنید جوانان، انشاءالله با سؤالی که عزیزان به ذهنتون رسید مطرح کنید. ماه رمضان ماه خداست. ما 12 تا ماه داریم، در وسط یا در بین این ماه ها چرا یک ماه رو که همین ماه مبارک رمضان باشد به عنوان ماه خدا میگن؟ آیا بقیه ماه ها ماه خدا نیست؟ چون همه ماه خداست. خدای متعال اصلا عالم را آفریده، جهان را خلق کرده، ماه‌ها و روزها و سال‌ها و همه مالکیه مال خدای متعالی. پس چرا میگن که ماه رمضان ماه خداست؟ کسی میتونه این رو آفرین؟ به خاطر که ماه رمضان ماهی است که انسان به خدا نزدیک میکند و فضیلت زیادتر از دیگه ماه است. احسنتم، خیلی عالی گفت. به خاطر که این ماه بسیار فضیلت زیاد دارد، بر ماهای دیگر برتر است. ما روایتی را از پیغمبر اکرم خدمت بینندگان عزیز عرض میکنیم که حضرت فرمودند که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، ای مردم، ماه خدا به شما روی کرده است. ویژگی های این ماه چیه؟ ویژگی های این ماه چیه؟ یک، شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. از ویژگی های این ماه این است که دارای برکت است، که در این ماه برکات پروردگار بر بندگانش چی می شود؟ نازل می شود. این ماه ماه رحمت، این ماه ماه مغفرت. مغفرت یعنی چی؟ یعنی آموزش. خدای متعال بندگانش را می آمرزد، اونایی که گناهکار هستند، اونایی که به سمت خدا رجوع می کنند، تمام اینها را خدای متعال چی می کند؟ اینها را همه را می بخشد. لذا این ماه بر ماهای دیگر برتری دارد، فضیلت دارد. حالا ادامهش هست که حضرت می فرماید که شهرون هو عند الله افضل شهور، یعنی ماهی است که در نزد خدا برترین ماه هاست، یعنی بهترین ماه هاست. 11 ماه دیگر هم سر جای خودش، ولی ماه مبارک رمضان بر تمام اونها چیه؟ فضیلت و برتری دارد. نه تنها روزهاش، و لیالی و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل لیالی، یعنی همینطوری که روزهاش بر روزهای دیگر برتری و فضیلت دارد، شبهای این ماه مبارک رمضان هم بر شبهای ماهای دیگر هم فضیلتی بیشتر. حالا این که فضیلت دارد از چی بابد؟ یعنی اگر کسانی که میخواهن عبادت خدا را بکنن، نماز بخونن، ذکر بگن، قرآن بخونن، دعا بخونن، فضیلت ثواب اینها در این ماه نسبت به ماهای دیگر چندین برابر است، چون این ماه ماه ویژه پروردگار است. ساعاته افضل ساعات، حتی ساعتهای این ماه بر ساعتهای ماهای دیگر، دقایق لحظه ها چیه؟ برتری دارد. پس دقت کردین این جوان عزیز، نوجوان عزیز، نونهالمون خیلی جواب خوبی گفتن که چرا این ماه رو چی گفتیم؟ ماه خدا میگن. به خاطر این است که فضائل این ماه بر ماهای دیگر بر اساس فرمایش خود پیغمبر اکرم
که اون پیامبر ماست، اون کسی است که مرتبط به عالم وحی بود و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این پیغمبر بزرگوار اسلام از خودش هیچی نمیگفت، هر چی که میگفت از جانب خدا میگفت. حالا سوال دوم رو از شما عزیزان دارم. خب ما مثلا میگویم که این ماه رمضان مثلا ماهی است که تمام بندگان در این ماه مهمان خدا هستند. مهمان یعنی چی؟ ما و شما از مهمان چی میفهمیم؟ الان میخوای خونه فامیلت برای، خونه قومت برای، خونه دوستت برای، خب مهمانی شما را کرده است، در اونجا برای چیکار میکنی؟ در مهمانی برای چیکار میکنی؟ خود چیزهایی رو میخوری، نوش جان میکنی، غذا میخوری، نون میخوری، میوه میخوری، آب میخوری. یعنی وقتی که دوستتون شما را مهمانی میکند، دعوت میکند به خونش یا های هر جای دیگر، خب لازمه این مهمانی چیه؟ لازمه خوردنه، خوردنه، نوشیدنه. اما در این ماه مبارک رمضان که ما مهمان پروردگار هستیم، اما در این خوردن نیست. دیدی بسیاری از جوانان ما، نوجوانان ما، برادران، خواهران سوال میکنن آقا شما وقتی که میگوی این ماه ماه مهمانی پروردگاره، خب کو مهمانی، کو خوردن؟ میتونی جواب بدی مختصر؟ کی میتونه بگه؟ ماشاءالله، بفرما. در این ما باید قرآن کریم بخونیم، تلاوت کنیم. خب نه، چرا درسته، یک چیزایی گفتی. یعنی مهمانی این ما چیه؟ آیا خوردن؟ نه خیر، ما با خداوند جل جلاله نزدیک می باشیم در این ما. احسنتم. یعنی در این ما ببینید عزیزان، انسان دارای دو بعده، دو جهت دارد. یک بعد جسمی انسانه که همین جسم ما هست، بدن ما هست، تن ما هست که برای چی میگن ماده میگن. یک بعد ما هم بعد چیه؟ بعد روحی ما هست، بعد معنوی ما هست که اون رو ما نمیتونیم ببینیم ولی حقیقت دارد، واقعیت دارد. خب همین طوره که جسم ما، بدن ما نیاز به چی دارد؟ نیاز به خورد و خواب دارد. این بدن ما نیاز به، اگر ما تغذیه رو صحیح و سالم به بدنمون نرسونیم، بدنمون دچار مریضی می شود، دچار کسالت می شود. مگر می شود ما دو سه روز غذا نخوریم چقدر ضعیف می شیم؟ حتی در همین ماهای مبارک رمضان یک روز رو هم که غذا نمی خوریم گرسنه می شیم. پس جسم ما نیاز به چی دارد جو عزیزان؟ نیاز به غذا دارد. احسنتم، خیلی عالی گفتید. خب انشاءالله ادامه برنامه‌مون بعد از یک وقفه خواهد بود. خب به برنامه ما خوش اومدید عزیزان. خب داشتیم نانهالان عزیز خدمتون عرض میکردیم که انسان دارای دو جهت یا دارای دو بعد بود، یک بعد جسمیش بود، یک بعد معنویش بود. همینطوره که جسم انسان نیاز به تغذیه و به غذا و خوردن و اینها دارد، روح انسان هم نیاز به تغذیه دارد. نه تغذیه، منتها تغذیه روح ما غذا نیست، نون نیست، آب نیست، میوه نیست. دقت کردی؟ تغذیه روح ما مسائل معنویه، مسائل عبادیه، از قبیل روزه گرفتن، از قبیل نماز خوندن، از قبیل قرآن خوندن، دعا خوندن، تمام اینها تغذیه روح ما هست. متاسفانه الان ما در دنیای الان هستیم که بیشتر توجه ها به سمت چیه؟ به سمت بعد جسمانی ما هست، کمتر به بعد معنوی توجه می شود، در حالی که ما باید بعد معنوی خودمون رو هم تقویت کنیم. یکی از راه های تقویتش همین روزه گرفتنه. لذا حالا ما گفتیم که خدای متعال چطور بندگانش را در این ماه مهمانی کرده است. باز فرمایش نبی اکرم رو خدمت بینندگان عزیز، خواهران و برادران خودمون عرض بکنم که خدای متعال می فرماید که و هو شهرم دعیتم فیه الى ضیافت الله. ماه مبارک رمضان ماهی هست که شما به مهمانی پروردگار دعوت شده اید، همگی مهمان خدای متعال هستید. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، یعنی شما دارای فضیلت شده، دارای کرامت شده. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت. نفسهایی که شما روزداران عزیز، خواهران و برادران، جوانان، پیران،
این نفسهایی که در ماه مبارک رمضان میکشید، این نفسهاتون ثواب عبادت را دارد، ثواب تسبیح گفتن و تقدیس گفتن پروردگار متعال را دارد. خوابی که شما میشوید ها، این خواب هر جور خوابی که باشد، حالا میخوای خسته شدی استراحت کنی، شب میخوای استراحت کنی، حتی خوابی که در ماه مبارک رمضان هست برای روزداران عزیز عبادت محسوب میشود. دیگر از ویژگی ها و خصائص این ماه این است که و عملکم فیه مقبول، یعنی هر عمل خیری که مؤمنین، روزداران، خواهران، برادران ما در ماه مبارک رمضان انجام میدهد نزد خدای متعال قبوله. پس بشتابید به سمت کارهای خیر. میتواند در این ماه مبارک رمضان به فقرا کمک بکنید، به نیازمندان کمک بکنید، اگر میتونید که مدرسه را بسازید، مکتب را بسازید، هر کاری که در این ماه انسان قربتاً الالله و با اخلاص انجام بدهد خدای متعال اون رو میپذیرد. و دعاؤکم فیه مستجاب، دعای شما روزداران در این ماه مبارک رمضان چیه؟ مستجاب، اجابت میشود. پس ما باید هم برای خودمون دعا بکنیم، دعا برای این که عاقبت به خیر بشویم، دعا برای این که انشاءالله زندگی آبرومند داشته باشیم، دعا برای پدر مادرمون، دعا برای همسایه هامون، دعا برای همسیل سالامون، دعا برای صلح و ثبات کشورمون. دقت کردی؟ هر دعایی که در این ما بکنیم خدای متعال خودش فرموده است که من دعای شما را قبول میکنم. اما مهمتر از همه اینها یک مطلبی است که خدای متعال در حدیث قدسی راجع به روزداران عزیز بیان کرده است. چون گفتیم که تمام ما در این ماه مبارک رمضان چی هستیم؟ مهمان خدای متعال هستیم. شما عزیزانم، از بین شما تا هنوز کسی روزه گرفته؟ گرفته شما؟ آفرین. شما چی؟ خیلی خوب. دیروزم عرض کردیم که دوستانمون اونهایی که پسر هستن از 15 سالگی و دختر خانم ها از 9 سالگی معمولا روزه بر اونها فرض می شود. خب از میگذریم. خدای متعال در حدیث قدسی می فرماید که از صوم لی و انا اجزابی، روزه مال منه، روزه مال منه و من خودم پاداشی روزه را می دهم. یعنی ببینید ما الان در یک مسابقه شرکت می کنیم. خب دقت بکنید، سوالم داشت می فرماید در یک مسابقه شرکت می کنیم، برنده می شیم، یا در کنکورها شرکت میکنیم، نمرات خوب میاریم، در اونجا برای افرادی برتر و اونهایی که نمرات بیشتر دارن، امتیازاتی زیادتر را کسب کردن، چی میدن براشون؟ اگر گفتی جایزه میدن، جایزه میدن. خب این جایزه را کی میده معمولا؟ این جایزه را اون شخصیت اول دانشگاه یا مکتبتون میده. دقت کردی؟ یا رئیس مکتب یا رئیس دانشگاه هست. اگر در سطح ولایت باشد، مثلا فرض کنیم والی هست، بالاتر باشد وزیر هست، رئیس جمهور هست، یعنی بالاترین مقام یاد و اون جایزه را برای اون افراد که امتیاز بیشتر و بالاتر در زمینه‌های مختلف کسب کردن چی میکند؟ تقدیم میکند. خب خدای متعال خودش گفته است که پاداشی شما روزداران رو خودم میدهم. عجیبه ها. خود خدای متعال حتی به پیغمبرش هم گفته نده پاداش روزه را خده خدای متعال میدهد. آیا چیزی بالاتر از این هست که پاداشمون ما از خدای متعال بگیری؟ خیلی عجیبه. پس عزیزان تا اینجا دو مسئله را مطرح کردیم. یک، این که ما در این ماه مهمان خدای متعال هستیم. واضح شد که مهمان ما به چه عنوان هست؟ خب شما میتونی بگی که این که ما مهمان پروردگار شدیم، فرق نمیکنه، هر کسی که بهتر میتونه بگه دست بالا کنه. چرا مهمان پروردگار شدیم در این ماه؟ چون که ما فضیلت است. آفرین. پای وقت نماز که دیگه ما بخونیم، دائم بخونیم، چیزش اینی ثواب زیادتر است. احسنتم. همینطوره، یعنی همینطوره که فضیلت این ماه پس بر ماه‌های دیگر چی شد؟ بیشتر شد. اون عنایت، توجه ویژه‌ای که خدای متعال دارد در این ماه بر بندگانش نزول می‌کند. خدای متعال همیشه به بندگانش توجه دارد، اما در ماه مبارک رمضان توجهش بیشتر می‌شود. ماه رمضان ماه خانه‌تکانی دل‌هاست. خب دقت بکنید عزیزان، روزداران عزیز، خواهران و برادران، ماه مبارک رمضان ماه خوانتکانی دلهاست. باید دلهامون رو پاک کنیم.
کینه کسی را در دلمون نگیریم. این عقده ها، کینه ها، حسادت هایی که متاسفانه وجود همه ما را پر کرده است نسبت به نزدیکان خودمون ها، نسبت به دوستان خودمون، نسبت به قوم و خیش خودمون. بابا این کینه ها را بریزیم دور. یعنی اگر ما میخواهیم که اون محبت خدا در دل ما بیاد، محبت خدا در جای میاد که اونجا چی باشد؟ صاف باشد. در جایی که صاف باشد. اگر در اونجا کینه باشد، که دورت باشد، حسادت باشد، بخل باشد، دروغ و نفرت، اونجا محبت خدا وارد؟ ما الان بخواییم یک مهمانی رو دعوت کنیم، خب وقتی که وارد بشه اتاق ببینه کثیفه میشینه؟ نمیشینه. لذا ما میخواهیم که محبت خدا را در دل خودمون وارد کنیم. باید دل ما از تمام غلیظی ها و ناپاکی ها و خصلت های ناپسند چی باشد؟ دور باشد. احسنتم. باید در دل ما به هیچ عنوان، اگر با برادرمون، با خواهرمون، با کاکامون، با مامامون، با رفیقمون، اگر خدای ناکرده خستگی، ناراحتی داریم، اینها را ما در این ماه مبارک رمضان هر چی که اینها را از خودمون دور تر کنیم، اون عنایت الهی، توجه پروردگار و محبت خداوند نسبت به ما چی میشود؟ بیشتر میشود. احسنتم. لذا حالا ما از شما جوانان عزیز سوال میکنیم، آیا اگر کسی که در دلش در این ماه مبارک رمضان کینه نسبت به یک برادرش باشد، به یک قوم خیش باشد، آیا روزه اصولی دارد؟ نه. چرا ندارد؟ دیگه خداوند جل جلاله فرماید کسی که در دل خود کینه و نفرت داشته باشد، هیچ وقت محبت من نمیشه. احسنتم. لذا ما حتی در این ما نسبت به بندگان خدا و هم نوعانمون نباید سوی زن داشته باشیم، باید حسن زن داشته باشیم. دقت کردی؟ و نسبت به کسی بدگویی هم نکنیم، غیبت نکنیم، تهمت نکنیم. حالا انشاءالله فرصت بشه رو اینها هم حرف میزنیم. ما الان روزدار هستیم، میریم از یک برادرمون غیبت میکنیم. غیبت میدونی دیگر، یعنی یک خصلت بدی که اون دارد، ما میایم در جمعمون رو برای مردم مطرح میکنیم، تهمت میزنیم. یک ویژگی یا خصلتی که در اون است، متاسفانه ما به اون نسبت میدهیم. لذا تمام این صفات رذیله، اینها همش سبب میشود که روزه ما چی بشود؟ فضیلتش از بین برود. خب انشاءالله باز بعد از لحظاتی در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. خب بینندگان عزیز، با برنامه ماه مهربانی در خدمت شما هستیم. خب نون حالان عزیز، رسیدیم به اینجا که ما به عنوان یک مسلمان که در ماه مبارک رمضان روزه هم داریم میگیریم، باید نسبت به هم نوعانمون، نسبت به دیگر برادران و خواهران حسن ظن داشته باشیم، به هیچی بدگمان نباشیم و وجودمون رو از تمام بدی ها نسبت به اونها پاک کنیم، کینه و کدورت ناراحتی از کسی در وجود ما نباشد. خب حالا روزداران راستین در این ما خدای متعال براشون چی سهولت هایی را ایجاد میکند؟ سهولت یعنی چی؟ یعنی آسانی. ببین ما الان یک مهمان را دعوت میکنیم، خب اون مهمان را که میخوایم دعوت بکنیم چیکار میخوایم بکنیم؟ قبل از اینکه اون بیاد، خب یک جایی رو تزیین میکنیم، زیبا میکنیم، در نظر میگیریم، خوردنی ها، نوشیدنی ها، اگر موانع مشکلات در دمی راش هم باشد اونها را برطرف میکنیم. خدای متعال هم در این ماه مبارک رمضان برای مهمانانش سهولت هایی را در نظر گرفته است. دقت بکنید پیغمبر اکرم چی میفرماید؟ میگه ایها الناس این ابواب الجنان فی هذه الشهر مفتحتون، بابهای جنت در این ماه بازه، درهای بهیج در این ماه بازه. بازه به این معنا که یعنی میتوانید که وارد بهیج بشوید. فسألو ربکم الا یغلقها علیکم، یعنی از خدای متعال بخواهید که خداوند این درها را بروی شما نبندد. پس در این ماه مبارک رمضان خدای متعال درهای بهیش را بروی ما باز کرده است و ما از خدا بخواهیم که این درها بروی ما بسته نشود. درهای بهیش دوزخ را در برابر بهیش چیه؟ بسته. نه، در برابر بهیش دوزخه.
درهای دوزخ را خدای متعال در این ماه برای ما بسته است. از خدای متعال بخواهیم که اینها را بروی ما باز نکند، یعنی در یک کلام از خدا بخواهیم که خدایا در این ماه با برکتت ما را بهشتی کن و ما را جهنم نبر. و دعای ما به عنوان یک روزدار در این ماه مبارک رمضان چیه؟ قبول درگاه است. حتی شیاطین رو خدای متعال در این ماه جلوشون رو گرفته، اونها را با غل زنجیر بسته. چرا؟ تا ما بادا که روزداران رو که مهمانان پروردگار هستن اونها را آزار و اذیت کنن. معذرت میخوام از تمام بینندگان و از شما عزیزان، آدم وقتی که به یک جایی برود اگر خدای ناکرده یک سگ اونجا باشد، خب مانع دیگه، درسته؟ مانع، یعنی بخوای به خونه یک آقای وارد بشی اگر یک حیوان درنده سگ چیزی باشه ما نمیتونیم دیگه. لذا این شیطان خصلتش از سگم بدتره، یعنی میخواهد که ما را هر جوری کشیده است ارتباطمون را با خدای متعال حد کند. ببینید شیطان میخواهد که ما را جهنمی کند، لذا ما باید از خدای متعال بخواهیم که این شیطان رو از ما دور کند. خدای متعال این وعده را داده که ای روزداران، من شیطان رو از شما دور کردم و بر شما مسلطش نکردم. خب راجع به شیطان کسی چیزی میدوند؟ شیطان چیه؟ شنیدی تانه درباره شیطان چیزی؟ شیطان جسم است که انسان از تمام کارهای نیک دنیاوی دور میکند و کارهای بد برای احسنتون. شیطان همون حالا همون ابلیسی هست که در برابر وقتی که خدای متعال آدم را خلق کرد از شیطان خواست، ابلیس خواست که آدم را سجده کنه، سجده نکرد. حالا ایشالا راجع به این صحبت میکنیم یک جلسه. لذا خدای متعال این را از درگاهش ران، قسم خورد، شیطان قسم خورد که تمام بندگان تو را گمراه میکنم، تمام بندگان تو را گمراه میکنم. اما خدای متعال در این ماه همین شیطانی را که میخواهد ما را از مسیر حق منحرف کند جلوش را بسته است. دقت کردیم؟ لذا ما باید در این ماه بینندگان عزیز متوجه چی باشه؟ متوجه گوشمون باشه، متوجه چشممون باشه، متوجه اعضای بدن دیگرمون باشین. به این معنا که به نامحرم نگاه نکنیم، به این معنا که غیبت دیگران رو گوش نکنیم، به این معنا که با زبانمون کسی را آزار و اذیت نکنیم. این زبان عجیبه، همین زبانی که ما با همین شهادتین را کلمتین را میخونیم، مثلا میگم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، همین زبان ممکن است که سبب آزار و اذیت ده ها نفر بشود. اگر یک نفر رو با زبانمون چیکنیم؟ فوش بدیم، فوشکی میدونید، بله، حرفی زیشت بزنیم، غیبت بکنیم، خون ناراحت میشن دیگه، درسته؟ پس این زبان با در چی جهتی استفاده بشود؟ در جهت صحیح، در جهت درست، که اون عبادت است، اون قرآن خوندن است، اون نماز خوندن است، اون ذکر دعاست که در این ماه مبارک رمضان انشاءالله از این استفاده بکنیم. یک قصه رو برای بینندگان عزیز عرض بکنم. تعداد از جوانان روزدار اومدن دیدن یک گوشه دور از مردم یک پیرمرد، این قصه را توجه کنید عزیزان، یک پیرمرد اونجا دارد غذا میخرد. اینها تعجب کردن، گفتن ماه رمضان، ماه مبارکی، چرا غذا میخوری؟ مگم روزه نیستی؟ پیرمرد گفت چرا، من روزدار هستم، داره غذا میخره، نون میخره. گفت من روزدار هستم. خندیدن جوانا، مگم میشه که روزدار باشی و غذایی بخوری؟ گفت من دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، به نامحرم نگاه نمیکنم، کینه و حسادت به نسبت به کسی ندارم، ولی چون مریض هستم و نمیتوانم روزه بگیرم از این جهت، چون مجوز دکتر رو هم داشته، میدونه از اون که اگر کسی مریض باشد باید روزش رو بخرد و در ماهای دیگر قضاش رو بگیرد. لذا پیرمرد گفت که بله از این جهت من معذورم، اما از جهات دیگر روزدار هستم. جوانها چی کار کردن؟ جوانها سرشون رو پایین انداختن. پیرمرد گفت که جوانان عزیز شما هم روزدار هستید؟ گفت ما فقط نون غذا نمیخوریم، اما کارهای دیگر رو نیکن. یعنی خدای ناکده هم نگاه به نامحرم هست، هم غیبت هست، هم تهمت هست، هم حرف ناروا هست، هم دعوا و ناسزاگویی هست که اینها با شأن روزه در تضاد هستن. یعنی اگر کسی بخواهد روزه بگیرد نباید این کارهای بد را انجام بدهد. و مخاطب ما جوانان عزیز هستند. جوانان عزیز در این ماه مبارک رمضان میدونم سخته،
این هواها، این خواهش‌های امیالی که ما داریم ما را به سمت بدیها میکشونن. ما دو نیرو داریم، یک نیروی عقل داریم جوانان عزیز که الحمدلله همه ما دارای عقل هستیم، یکی همین خواهش‌های نفسانی ماست که اینا همیشه در تضادن، در نبردن. لذا ما باید عقلمون رو بر تمام هواهای نفسانیمون چی بکنیم؟ غالب بسازیم. لذا جوانان عنایت بکنن در این ما، زنان جوان، دختران جوان را خواهر خودشون بدونن، مادر خودشون بدونن. بسیار عالی عزیزان. لذا ما جوانها با پیر مردا، پیر زنها متفاوتند. پسران جوان درسته با مردهای میانسیل و دختران جوان با خواهران میانسیل متفاوت هستند. اینها غرایزشون نسبت به اونها چیه؟ بیشتره. اینها بالاخره ایام جوانیشونن، سختی، اما باید خود را کنترل بکنن و متوجه این باشن که مهمان پروردگار هستن و خدای متعال تمام اون چیزهایی رو که ما انجام میدهیم اون میبیند. جوانی که گذشت میکند، پا روی هوای خود، هوای نفس خود میگذارد و برای خدا روزه میگیرد، برای خدا قرآن میخوند، برای خدا عبادت میکند و در این ما برای خدا خدمت به هم نوعانش میکند، اون بدوند که تمام پاداش اینها در نزد خدای متعال ثبت زد می شود و اون در قیامت برای این داده می شود. شما عزیزان بینندگان گرامی، ما می دانید که این دنیا دنیای فانیه، این دنیا دنیا عالم موقته، دار ابد جای دیگره، زندگی ابد جای دیگره که براش عالم عقبا میگن. لذا ما تمام کارهای خیر را که انجام میدهیم، عبادت میکنیم، خدمت میکنیم، کمک به نیازمندان میکنیم، تمام اینها ذخیره عالم عقبای ما که جهان ابدی ما، در جهان ابد ما ابدی هستیم، یعنی از بین نمیریم. در این دنیا نهایتش حالا 60 سال، 70 سال، 90 سال زندگی میکنیم که حالا 40 سال، 50 سال جوونی، بقیه‌اش دیگه یا کمردر داری و زانو در داری و مشکلات پیری هست. لذا اگر ما در این دنیا بنده خوب خدا باشیم، ما اگر دنبال معصیت و گناه نرویم، ما اگر از مسیری بندگی خارج نشویم، در قیامت ابدالابد یک زندگی راحت، آسایش و در رفاه و همیشه توأم با سرور و شادی را خواهیم داشت و اون رضایت پروردگار هم به همراهش هست. خب همینجا برنامه ما به پایان رسید. از همه شما بینندگان عزیز، خواهران و برادران روزدارمون التماس دعا داریم، برای ما هم دعا بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.